آن افتخار و احترام و آن جایگاهی رو که شایستش هستن دوباره به دست بیارن و دوباره ما بتوانیم با کمال احترام و افتخار و با کمال سربلندی نام خودمون رو ایرانی بنامیم و دوباره افتخار بکنیم با آنچه که هستیم. من سخنان پروفسور انصاری رو گوش می‌کردم، در قسمت‌های ایشون صحبت از این می‌کردن که چگونه بعضی‌ها از واژگانی استفاده می‌کنن که این واژگان غلط هستند، از جمله استفاده یا بهره‌گیری از واژه حزب، که ایشون فرمودن که در واقع و درستی هم این مسئله رو بهش اشاره کردن استاد زنده‌یاد انصاری، که حزب زمانی قابلیت پیدا میکنه، موجودیت پیدا میکنه که شما در کشوری باشین و در اون کشور خب احزاب سیاسی به وجود میان، قابلیت اینو پیدا میکنن که در انتخابات شرکت بکنن، نمایندگان خودشون رو توسط مردم به گونه‌ای انتخاب بکنن و معرفی بکنن و بتوانن در مجالس قانونگذاری و دیگر ارکان دولتی و کشوری بتونن شرکت داشته باشن و بتونن سهمی داشته باشن در سازندگی میهنشون. که البته این استفاده یا سوء استفاده از این واژه حزب از یک سو، و همچنین استفاده و یا سوء استفاده از واژگان که ظاهراً دهان پرکن هستند ولیکن به غلط و به اشتباه از اونها استفاده شده در طول این 36 سال گذشته، و ما شاهد اینها بودیم که چگونه بعضی ها میان صحبت از دموکراسی میکنن در حالی که واقعا نمیدونن که دموکراسی به چی گفته میشه. موقعی که از دموکراسی صحبت میکنن فکر میکنن از آزادی دارن صحبت میکنن، موقعی که از آزادی صحبت میکنن فکر میکنن از آزادگی دارن صحبت میکنن، موقعی که از آزادگی صحبت میکنن نمیدونن از چی دارن صحبت میکنن، و به طور کلی موقعی که از دگراندیش یا بهندیش یا نمیدونم روشن فکر صحبت میکنن، واقعا ما خودمون شاهد این بودیم در طول سالیان سال که چگونه این روشن فکران و بعدن دگراندیشان واقعا چه کسانی بودن و چه کارهایی انجام دادن و چه بلاهایی سر ملت زجر کشیده ایران در آوردند. به طور کلی در طول سالیان سال شوربختانه ما سعی کردیم که از واژگان زیبا استفاده بکنیم، یعنی از لغات زیبا استفاده بکنیم، که این لغات فقط ظاهری زیبا داشتن بدون اینکه ما وقوفی داشته باشیم به معنای اونها و بدون اینکه بدونیم که بهای این واژگان چیست، سنگینی این واژگان چیست و معنای این واژگان چیست و معنای حقوقی این واژگان چیست. و به همین جهت هستش که ما پس از 36 سال همچنان درگیر یک حواس پرتی، یک سردرگمی، یک گیجی و یک بیا و بروی هستیم که خودمونم نمیدونیم که از کجا میاییم، به کجا میرویم، چه میخواهیم، چه نمیخواهیم، چگونه میخواهیم به وطن بازگردیم، یا اینکه تنها بازگشتن به وطن اگر چنانچه این رژیم جنایتکار اشغالگر به ما این اجازه رو بده، ما هم خب سرمون میندازیم پایین، به قول معروف مثل بچه آدم میریم میشینیم تا اینکه زمانش برسه که اونها بخوان سر ما رو بالای دار ببرند. واقعا موقعی که انسان فکر میکنه ما پس از 2570 و اندی سال، 74 سال امروز یا بیش از تاریخ ننوشته و تاریخ نیاکان ما بیش از 10,000 سال، ما امروز به جایی رسیدیم که نمیدانیم که هستیم و نمیدانیم چه هستیم. به چند سطری از شاهنامه فردوسی نگاه میکردم، به عنوان مثال همین واژه شاهنامه که بعضی ها اون رو ترجمه میکنن به اینکه کتاب شاهان، در حالی که شاهنامه یعنی شاه کتاب،
یعنی آن کتابی که میتواند بر اون تارک تمام کتابایی که یا نامه هایی که در تاریخ به خصوص تاریخ ما نگاشته شده بنشینه و در نتیجه شاهنامه نام گرفته، چون این شاهنامه اساس اون غیرت و جنم ایرانی بوده که فردوسی به نگارش در آورده. و در این شاهنامه من به قسمتی به شعری برخوردم یا به نثری برخوردم که در اون میگوید که سیاوش منم نز پریزادگان، از ایرانم از شهر آزادگان. سیاوش پسر کیکاووس میگوید که من از پریزادگان نیستم، من از اون کسانی نیستم که این آخوندهایی که ما امروز شاهدشون هستیم و در واقع پیشینیانشون در اون موقع ادعا می کردن که اینها نمایندگان و نمادهای در واقع فرشتگان و الله و دیگران هستند، کمان که اگه خاطرتون باشه در آغاز این انقلاب شوم و سیاه اینا دائم صحبت میکردن فرشته چو به درآید دیو بیرون رود، یه از این چیزایی بودش. یعنی اینا خودشون رو در واقع و همین امثال خامنه ای و آخوندهای دیگه دائما خودشون رو در این میبینن که با امام زمان رابطه دارن، با امام زمان میشینن قضا میخورن، یادش فرشته به در آید. بله، ولی خاطرمون هست که موقعی که اون احمدی نژاد میشست یه بشقاب هم میذاشت واسه امام زمان، یعنی اینها تمام هم و غمشون برای پیدایش امام زمانه و رابطهشون با اون کسانیست که در پرده غیب زندگی میکنند و به هر صورت خودشون رو از پریزادگان به حساب میارن. و سیاوش میگوید که سیاوش منم نز پریزادگان، از ایرانم از شهر آزادگان. و ما ملت ایران شوربختانه به اون جایی رسیدیم که قبول کردیم که این آخوندهای جنایتکار، این جنایتکارانی که کشور ما رو به اشغال خودشون درآوردن، اینها در واقع همون پریزادگان هستند و ما هم ناچاریم که سر به زیر بیاندازیم و به دنبال اینها را بیفتیم و هر موقع اینها خواستن، هر بلایی رو خواستن اینها به سر ما در بیارن. و قبول نکردیم که واقعا بر این باور باشیم که ما ایرانی هستیم و از شهر آزادگان. شهر آزادگان یعنی همان ایران شهر، همان ایران شهر، یا به طور کلی ما موقعی که از ایران صحبت میکنیم، من بارها و بارها بر این مسئله تکیه کردم و بر این گفتار پافشاری کردم که ما موقعی که از ایران صحبت میکنیم ما از یک نام صحبت نمیکنیم. ایر یا آر واژگانیست در اوستا به نام آزاده و در واقع نام ایران یا ایران زمین یا ایران شهر یا ایران شطر یا شهر آزادگان، اینها تمام به معنای این هستش که ما صاحب خصوصیات اخلاقی باید باشیم که به اون میگوین یک آزاده. اما شوربختانه در به خصوص در این مدت 36 سال گذشته که کشور ما به اشغال این دشقیمان در آمده، ما این رو فراموش کردیم و حالا هم به قول معروف سعی میکنیم گره ای رو که با دست میشد و میشود هنوز اون رو باز کرد، سعی میکنیم به زور دندان اون رو باز بکنیم و میدونیم که این کار تقریبا غیر ممکن و ناممکنه. ما موقعی که میخواهیم کشورمان رو آزاد بکنیم، نخست باید بدونیم که اون کشور چی هست و اون کشور متعلق به کی هست.
اون کشور فقط یک خاک نیست در یک محدوده جغرافیایی که محدود شده باشه به دریای مازندران و دریای پارس یا خلیج فارس و کشورهای ریز و درشتی که در اطراف ما به مانند قارچ رویدن و به مانند واقعا قارچ‌های سمی در پی این هستن که ما را هم مسموم کنن و تا اینکه ایران ما تجزیه بشه و به تحلیل بره و ایران تبدیل به ایرانستانی بشه، همان گونه که شاهنشاه فقید ایران اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی عنوان می‌کردند که نگذارید ایران ایرانستان بشه. اما با این وضعیتی که امروز پیش میره، این رژیم جنایتکار اشغالگر از زمانی که پای منحوس خودش رو در خاک ایران زمین گذاشت، تمام هم غمش این بود که ملت ایران رو متفرق بکنه، ملت ایران رو از هم دور بکنه و در عاقبت خاک ایران رو تجزیه بکنه و با منافع بی نهایت ملی که اینها به جیب خود ریختن و کشور رو تاراج کردند و چپاول کردند، برن و در منطقه امنی در خفاگاهی به راحتی زندگی بکنن و بعد هم این ملت ایران هستن که در اون منجلاب بدبختی و سیه روزی ناچارن دست و پا بزنن. از آن سو روشن فکران و به قول اینها دگراندیشان که دائما بر کوس این میزنن که بله آقا عقل فقط پیش ماست، فکر فقط پیش ماست و شما مردم عقلتون نمیرسه و شما مردم خاصیت این رو ندارید که اصلا بخواید فکر کنید، شما خاصیت این رو ندارید که بخواید در مورد سرنوشت خودتون تصمیم بگیرید، شما خاصیت این رو ندارید که بتونید روی پای خودتون بیستید و شما بایستی همیشه و همواره به مانند هماری یا به مانند چارپایی افسارتون دست کسی باشه و اون کس شما رو به هر کجا و هر ناکجا آبادی که دلش خواست باید ببره و شما هم حق ندارید که صداتون در بیاد، چون شما نمیفهمید، شما روشن فکر نیستی، شما تاریک فکرید و شما مغزتون توهی از اون هستش که بتوانید خوب و بد رو از هم تشخیص بدید. آیا واقعا این چنینه؟ آیا واقعا این چنینه که ما 36 سال هستش که همچنان توی سر خودمون زدیم، همچنان فقط سرمون انداختیم پایین؟ براتون گفتم تا زمانی که انسان بخواد روی چهار دست و پا را بره، دیگران از او سواری میگیرن و تا زمانی که ما بر روی دو پا نایستیم و اون احقاق حق نکنیم و حق خودمون رو نخواهیم، در نتیجه ما به هیچ عنوانی نخواهیم تونست به آزادی و به اون سربلندی و به اون افتخاراتی که از دست دادیم دوباره دست پیدا بکنیم. به هر صورت این مسئله‌ای بودش که من داشتم فکر می‌کردم و بعد من دیدم که شخصی تلفنی زد به جناب پروفسور انصاری و گفتن که آقا شما اینقدر از افتخارات گذشته ما صحبت نکنین، چون دیگران حسودیشون میشه و چون حسودیشون شد اینها میان و بیشتر به ما سخت میگیرن و بر ما بدی میکنن. من رو یاد یک حرفی انداخت، در اون آغاز میگفتن که ای آقا شما چرا میخواییم مبارزه بکنیم، این رژیم عصبانی میشه و عصبانی میشه و کار همه رو سخت میکنه و همه فشار میاره، همه رو ناراحت میکنه. ای بابا، پس به قول معروف ما از زمانی که پا به جهان هستی میگذاریم بایستی در یک اتاق انتظاری، به قول معروف مثل این اتاق انتظاری دکترا، باید بگیریم بشینیم تا اینکه بالاخره آقای دکتر اسرائیل سر برسه و جان ما رو بگیره و ما هم دار فانی رو ودا بگیم و از در دیگه بریم بیرون. جهان محل سکوت و سکون نیست، جهان واقعا محل جنگ. اگر اونطوری که خمینی میگفت محراب محل نیایش نیست بلکه محراب محل جنگ هست، بله واقعا دنیا محل جنگه و شما تا آنجایی که میتوانید باید بکوشید تا از اون حقی که دارید، از اون موجودیتی که دارید،
دفاع بکنید و اون موجودیت و اون حق رو حفظ بکنید. برای اینکه در این جهان هیچ کس به فکر این نیست که بخواهد از حق شما و از موجودیت شما دفاع بکنه، هر کسی به فکر خودشه. به قول معروف اینها فقط به فکر این هستن که چگونه میتوانن حق شما را از شما بگیرن، چگونه میتوانن موجودیت شما را مورد تهاجم و مورد تجاوز قرار بدن. وگرنه کسی در جهان دلش به حال من و شما نسوخته که من و شمای ایرانی که آها این مردم ایران آدمای خوبی هستن، بیچاره ها آدمای بی دست و پای ساده ای هستن، زورشون نمیرسه حقشون نگه داریم، بیایم بریم ما براشون حقشون رو حفظ بکنیم. آن کسانی که دلشون ظاهراً به حال دیگران میسوزه و میخواهند حق اونها رو حفظ بکنن، یا زندانبانان آنها خواهند شد، یا قیمهای آنها خواهند شد، یا اینکه به هر صورت آن کسانی که ظاهراً حقشون قراره که حفظ بشه کسانی خواهند بود که دستشون به هیچ جای بند نخواهد بود و آخر سر هم جاشون وسط به قول معروف خیابونه. همونطوری که ما امروز اکثریت ملت ایران چه در خارج از کشور به قول معروف به صورت ویلان شدیم و سرگردان شدیم و هم در داخل کشور نامی از ما نمونده. شما فکر میکنین هم میهنان ما در داخل کشور به مانند ایرانیان زیست میکنند و زندگی میکنند؟ ایرانی که آزادی که نتواند بیان کلام بکنه، نتواند به راحتی فکر کنه، نتواند به راحتی به آن گونه که بایست و شایسته از زندگی بکنه، دیگه اون نامش ایرانی نمیتونه باشه. من براتون گفتم ایران معنیش این هستش که جمع ایر و آریان جمع آر، یعنی آزادگان، و ایران شهر یعنی سرزمین ایران یا سرزمین آزادگان یا شهر آزادگان، به همان گونه که گفتم براتون فردوسی از سیاوش نقل قول کرده که سیاوش میگوید سیاوش منم نز پریزادگان، از ایرانم از شهر آزادگان. به این خاطر هستش که بگوید که ما آزاده هستیم. و مفهوم آزاده چیست؟ مفهوم آزاده به معنای این نیستش که آقا ما آزادیم هر کاری دلمون خود بکنیم، نه. آزادگی تعریفی داره و اون آزادگی این هستش که شما همونطوری که کوروش در اون لوحه معروف خودش عنوان کرده در سال 539 پیش از میلاد اون رو منقوش کرده و بر اون نوشته، این هستش که آزاده به شخصی گفته میشه که در واقع حق و حقوق دیگران رو پایمال نمی‌کنه. میگوید که هیچ کسی حق نداره هیچ کسی رو به بیگاری بکشه، یعنی کسی رو مجبور بکنه به کار کردن بدون اینکه بخواد حقوقی به اون بده و در واقع یک برده فیزیکی به وجود بیاره، یعنی وجود اون رو به بردگی بکشه. این صحبت کوروشه. این نهایت این هستش که نهایت آزادگی است که انسان در عین قدرت و عین توانایی نیاید و دیگری رو به قول معروف به سلابه بکشه یا به زنجیر بکشه یا به زیر تازیانه ببره که آقا این کارو بکن اون کارو نکن و من این کارها رو اون کاری که امروز این رژیم جنایتکار داره با ملت ایران میکنه. و بعد میگوید که هر کسی حق داره هر خدایی رو که میخواد بپرسته. خداپرستی یا هر خدایی رو که بخواد بپرسته، مفهوم این هستش که چون خداوند در مخیله انسان هست، در فکر و در معنویت انسان هست، در نتیجه هر کسی به هر صورتی که دلش میخواد خدا رو برای خودش مشخص بکنه و هر کسی که میخواد هر گونه باوری رو برای خودش داشته باشه میتونه صاحب هر باوری باشه. و در واقع این صحبتی که من براتون در برنامه پیشم کردم که گفتم شما صاحب هر باوری که میخواهید باشید ولی متعلق به باوری نباشید، با صحبت از آزادیست. یعنی که شما میتونید به هر باوری که دوست دارید اون رو برای خودتون اختیار بکنید
از اون منافع و از اون بهره‌هایی رو که این باور میتونه براتون داشته باشه استفاده بکنید، ولیکن خودتون رو نیارید به زنجیر اون باور بکشید و در واقع اون زنجیر صاحب شما بشه یا اون باور صاحب شما بشه، به مانند این سیستم های ایدئولوژیکی که در واقع در سیستم های ایدئولوژیکی شما موقعی که عضو این سیستم های ایدئولوژیکی میشین یا این سیستم های عقیدتی، به مانند سیستم های مذهبی یا سیستم های غیر مذهبی مانند کمونیسم و امثال اینها، و یا کالت هایی که یا این گروهک هایی که به وجود میان که برای خودشون یک خط مشی مشخصی دارن و شما رو مجبور میکنن که در اون چارچوب اون خط مش حرکت بکنیم، به مانند همین مثلا سیستم هایی که مجاهدین خلق یا نمیدونم فدایان خلق امثال اینها به وجود میارن، به اینها میگوین کالت. یعنی شما براتون یک رهبر میسازن و بعد هم یک چارچوب فکری براتون به وجود میارن، و کما اینکه در حتی پیش از این انقلاب شوم و سیاه، موقعی که سازمان مجاهدین حق در واقع شخصی می آمد به عضویت اینها در می آمد، این شخص رو می گرفتن و روزها در یک اتاقی به صورت انفرادی اون رو محبوس می کردن و در اونجا بهش قلم و کاغذ می دادن، می گفتن آقا راجب افکار خود بنویس و سعی بکن که به اصطلاح هی عزیزان خودتو به اصطلاح رد بکنید، افکار خودتو رد بکنید، و در واقع اون رو به صورتی مجبور به مغزشویی میکردن و اون رو آماده میکردن برای اینکه مغز خودش رو از تمام افکار غیر باور به اصطلاح مجاهدین پاک بکنه و بعد خودش رو دوباره بازسازی میکردن، همونطوری که در ما شاهدش بودیم سالیان پیش در کامبوج رژیم پولپات اینها اومدند و از جمجمه ها میلیون ها آدم رو اونجا به قتل رسوندن، جمجمه هاشون تپه هایی رو ساختن، نمیخوام بگم کوه ساختن ولی تپه هایی رو ساختن، و بعد هم دانشگاه های آدم سازی درست کرده بودن. یعنی در واقع پولپات یکی از کسانی بود که این مسعود رجوی کشته شده، البته این مسعود رجوی هم به خاطرتون هست زمانی که آمریکا حمله کرد به عراق، این در حال فرار بود، داشت سوار یک هلیکوپتر میشد که در همون جا در سال همون حدود 2001 این مسعود رجوی در اونجا کشته شد، ولی که خب تا کنون اینا همچنان میگوین آقا این هنوز زنده است، اینم شده امام زمان غایب اینها، به هر صورت کاری بهمون ندارن، ولی که پولپات یکی از به اصطلاح سرمشق این مسعود رجوی مجاهدین بود و اینها میخواستن که و میخواهن اگر روزی دستشون برسه و کشور ما رو اینها به اشغال خودشون در بیارن، میخواهن باز اون دانشگاه های آدمسازی رو درست بکنن که در این دانشگاه های آدمسازی مردمی که افکارشون ناسیونالیستی هست، افکارشون مثل من و شما جزو کهنه پرستان هست، ببرندشون در این دانشگاه های آدمسازی و در این دانشگاه آدمسازی افکار اینها رو از لوس وجود افکار غیر گروهی یا غیر نمیدونم چیز پاک بکنن و در اونجا اینها رو اون افکاری رو که دوست دارن به اینها تلقین بکنن و در مغز اینها بکارن و اینها رو تبدیل بکنن به ربات هایی که خواسته و ساخته و پرداخته این سازمان هستش، همونطوری که در کامبوج این کار رو میکردن، در چین این کار رو میکردن، زمانی که انقلاب چین صورت گرفت توسط ماو تسه‌تونگ، اونها هم یک در واقع کتاب قرمزی ما او درست کرده بود که فقط باید اون کتاب بود و بسیاری کتاب ها رو اینا سوزوندن، بسیاری از آثار فرهنگی رو سوزوندن، همونطوری که ما امروز شاهدش هستیم که داعش این کار رو میکنه، و یا اینکه موقعی که معمر قذافی در لیبی به قدرت رسید یک کتاب سبزی درست کرد و بعد باز اینها شروع کردن در چارچوب اون کتاب سبز حرکت کردن
و بسیاری دیگر از کشورهایی که ما شاهدشون بودیم که سیستم‌های عقیدتی در اونجاها به قدرت رسیدند. در کشور ما زمانی که اعراب به ایران حمله کردند، برخلاف اسکندر مقدونی که کتابخانه های ایران رو، کتاب ها رو بر بار شتر از ایران بردن و در اسکندریه کتابخانه ای ساختن، چون اسکندر مقدونی در واقع موقعی که نگاه بکنیم بله فرقی نمی کنه، اسکندر مقدونی و عرب و مغول همشون دشمنان ما بودن، ولی که فرق اسکندر مقدونی و مغول در این بودش که اینها باور به جهانگشایی در زیر پرچم خودشون داشتن، در حالی که اسلام به دنبال کشورگشایی در زیر پرچم یک عقیده و یک سیستم عقیدتی با نام اسلام بود. یا کمونیسم به همین صورت در پی کشورگشایی و کسب قدرت در زیر پرچم یک سیستم عقیدتی با نام کمونیسم. و به هر صورت صحبت ما یک مقداری خارج شد و ما امروز به اون جایی رسیدیم که فکر میکنیم که بله زندگی همینه، باید ساخت، آقا باید ساخت، کاری از من و شما بر نمیاد، هی میخواییم به صحبت بکنیم، بیشتر این صحبت های من و شما باعث آزردگی خاطر آنان خواهد شد و آنان بر ما سخت خواهند گرفت. بذار حالا از همینی که هست ما استفاده بکنیم، همین موقعیتی که پیش اومده اگر خانوم ها یک ذره موشون میاد بیرون خب اشکالی نداره، ما قبول میکنیم. اگر قراره که نمیدونم حالا نمیدونم بتونیم ریشمونو بتراشیم خب اشکالی نداره، حالا قبول میکنیم. اگر نمیدونم اینها اجازه بدهند و خانوم ها بتوانند به تماشای یک بازی والیبال برن، به به عجب آزادی نصیب ما شده. ای آقا کدوم آزادی؟ از کدوم آزادی ما داریم صحبت میکنیم؟ از آیا از حق و حقوق انسانی خودمون داریم صحبت میکنیم یا از حق و حقوق نمیدونم یک سگی که به قلاده به گردن اون افتاده؟ که اگر نمیدونم صاحب سگ سگ رو اوور تو خیابون یکم گردوندهش بگیم به 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 عجب آزادی نصیب ما شده. نه آقا، ما حیوان نیستیم، ما انسان هستیم. انسانی هستیم که همونطوری که گفتم سیاوش میگوید از ایرانم، از شهر آزادگان. ما از نمیدونم چی میگن، از بنگلادش نیومدیم که تمام پیشینیان ما و پیشینه ما تمام و تمام درگیر بدبختی و فقر و گدایی و سیل و آوارگی و این گونه چیزها بوده باشه. ما از نمیدونم پاکستان نیومدیم، ما از یک کشوری اومدیم که مهد تمدن انسانی و بشری بوده. ما از جایی اومدیم که کشور ما تمدن انسانی رو به جهان به ارمغان آورده. ما کسانی هستیم که به قول سیاوش و به نوشته فردوسی بزرگ از ایرانیم، از شهر آزادگانیم. و به هر صورت باید توجه داشته باشیم که ما تا آنجایی که میتوانیم بایستی برای آزادی خودمون، برای حفظ بقای خودمون بجنگیم و این آزادی و این بزرگی رو که پدران ما برای ما به جا گذاشتن، یا بهتر بگویم نیاکان ما، پدران و مادران ما به جای گذاشتن، اون رو برای خودمون بتونیم حفظ بکنیم. در طول 36 سال گذشته آن کاری رو که نیاکان ما برای نجات وطن کردن ما به جای نیاوردیم. ما در 36 سال گذشته تنها و تنها به دنبال این بودیم که خب آقا حالا اشکالی نداره، بگذارید حالا اینا تو سر ما بزنن، بهتر از اینه که ما حالا نمیدونم بخوایم یه موقع مثلا تو گوش ما بزنن، بذار پس کردنی بخوریم دردش کمتره تا اینکه با مشت توی دماغ ما بزنن. فردوسی میگوید که ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به زیر
دست من است. به هر صورت این زمانی بود که فردوسی میگفت و امروز زمانی است که ما میشنویم از کسانی که میگویند که آقا شلوغ نکنیم، سر صدا نکنیم، انقدر از گذشته صحبت نکنید، انقدر از افتخارات صحبت نکنید. ما ناچار هستیم که سر به زیر بیاندازیم و همینی که هست، به قول معروف بخوای نخوای همینی که هستش، باید از همین استفاده بکنی، از همین جوری باید زندگی بکنیم. ما به دنبال نمیدونم، بعضی هم میگن آقا ملت ایران به دنبال انقلاب نیست. گفتم ما بسیار از واژگان رو به غلط استفاده کردیم و به غلط به کار میبریم. انقلاب ملت ایران موقعی که شما حق خودتون رو میخواین بگیرین، موقعی که شما میخواین احقاق حق بکنین، به اون انقلاب نمیگن، به اون میگن رهایی، به اون میگوین رستاخیز، به اون میگوین بپا خواستن، به اون نمیگن انقلاب. ما چیزی رو نمیخواییم عوض بکنیم، ما میخواییم اون چیزی رو که حق ما هست دوباره به دست بیاریم، دوباره میخواییم کشور خودمون رو به دستمون بیاد. کشور ما امروز در دست ناکسان و دشمنان آب و خاک ما هست. ما میخواییم کشور خودمون رو پس بگیریم. شما کشور خودتون رو، خانه خودتون رو نمیتونید با نمیدونم رأی و رأی گیری و نمیدونم رفراندوم پس بگیرید. رفراندوم تنها کاری رو که برای شما خواهد کرد، برای اون کوته فکرانی که بر این باور هستن که میخواهن جنبشی داشته باشن که به قول معروف برسن به روزی که بتوانن انتخابات آزاد بگذارند، تمام مشکل در اینجا هستش که شما دلیلی برای داشتن یک رفراندوم ندارید. رفراندوم رو فقط به این خاطر میگذارن که آن دشمنان و آن کسانی که از مشروعیت تملک برخوردار نیستن، به اونها مشروعیت داده بشه. به عنوان مثال بارها و بارها من اینو تکرار کردم، رفراندوم 12 فروردین سال 1358، اینها برای چی رفراندوم گذاشتن؟ برای این رفراندوم نذاشتن که ببینن مردم ایران چه میخوان. اونا اومده بودن مملکت گرفته بودن، فقط این کار رو کردن که به دنیا نشون بدن که آقا ما حالا مشروعیت پیدا کردیم. چون اینها کشور ما رو غصب کردن، کشور ما رو به اشغال خودشون در آوردن. برای چی من میگم رژیم جنایتکار اشغالگر؟ آیا فکر میکنید برای این که خب بسیار زیباست که من این صحبت رو بکنم؟ خیر، این رژیم نه دولت ایرانه، نه نمایندگان ملت ایرانه، نه از نقطه نظر حقیقی و حقوقی صاحب این موقعیت هستش که بخواد خودش رو با نام نمایندگان ملت ایران و دولت ایران بخواد نام ببره. خودشون هم این صحبت رو میکنن دائما، اونها موقعی که صحبت میکنن خودشون رو دولت جمهوری اسلامی میدونند، اونها خودشون رو از سردمداران جمهوری اسلامی میدونن در زیر پرچم ولایت فقیه. پس من و شما چرا اونها رو باید به رسمیت بشناسیم؟ صحبتی که من بارها و بارها کردم، نخستین قدم در راه مبارزه با این رژیم جنایتکار اشغالگر، و من موقعی که میگم رژیم جنایتکار اشغالگر، این یک رژیمی است نه نظام، چون نظمی در وجودش نیست، یک رژیمی است، یک روندی است که جنایتکاره. آیا جنایتکار نیست؟ از خودتون بپرسید. تعداد اعدام هایی که در کشور ما به دست این رژیم، یا تعداد قتل های نامشروعی که به دست این رژیم صورت گرفته در طول 36 سال گذشته، تعداد شکنجه ها، تعداد مرگ هایی که هموطنان ما در زندان ها به دست، یا در سیاهچال ها به دست این رژیم به روز آن افتادند، این رژیم رژیمیست جنایتکار. چه از نقطه نظر جنایات
فیزیکی، کشتن مردم، و چه از نقطه نظر جنایات فرهنگی، عوض کردن تمام کتاب‌های تاریخی ایران، تحریف کردن تاریخ ایران و ایرانیان رو مخشویی کردن، اون جنایات معنوی است، جنایاتی است علیه انسانیت. پس این مشخص شد که یک رژیم جنایتکار. و بعد اشغالگر ایران، رژیمی که باور به فرهنگ ایران نداره، به فرهنگ ایران زمین نداره، باور به ملت ایران نداره و منابع طبیعی ملت ایران رو، منابع ثروت ملت ایران رو میره خرج نمیدونم فلسطینی و سودانی و لبنانی و نمیدونم سومالی و سودانی و امثال اینها میکنه. خب پس این نمیتونه این یک چیزی باشه که بخواد بگی که من تمام فکر و ذکرم به این هستش که منافع ملت ایران رو در نظر داشته باشم، چون اینا باوری به ملت ندارن و ملیت ندارن و به هویت ملی ندارن، چون اینها یک سیستم ایدئولوژیکی یا سیستم عقیدتی هستند که باور به گسترش و توسعه باور خودشون و ایدئولوژی خودشون هستند و به زنجیر کشیدن ملل جهان و مردم جهان به اون باور و ایدئولوژی. پس در نتیجه این رژیم یک رژیمی نیستش که در پی این باشه که بخواد منافع ملت ایران رو، در نتیجه نماینده ملت ایران نیست. پس من موقعی که میگم رژیم جنایتکار اشغالگر ایران، این اون چیزی هستش که هر کسی که باور به ایرانی بودن خودش داره، باور به هویت ملی خودش داره، بایستی بر این باور باشه که این رژیم به جز یک رژیم جنایتکار اشغالگر چیز دیگری نیست، نه کمتر نه بیشتر. همونطوری که اون خمینی ملعون این صحبت رو میکرد، میگفت اسلام نه یک کلمه بیشتر یا یک کلمه کمتر، یا نمیدونم جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر یک کلمه کمتر، برای من و شما هم هویت ملی ایرانی نه یک کلمه بیشتر و یک کلمه کمتر. ما ملت ایران بایستی برای اینکه بتوانیم به اون آزادی و اون سربلندی دوباره برسیم و کشور خودمون رو بتونیم آزاد بکنیم، من شدیداً با صحبت‌هایی که میشه، صحبت‌هایی که ظاهراً این روشنفکران و دگراندیشان میکنند و اون کسانی که سعی میکنن خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، میخوان همرنگ این جماعت ظاهراً روشنفکر رو دگراندیش بشن، من شدیداً با هر گونه ایدئولوژی، با هر گونه رفراندوم، انتخابات و هر گونه به اصطلاح حرکتی از این دست رو که اینها سعی میکنن به صورتی که به قول معروف نافرمانی مدنی یا نمیدونم مبارزات مسالمت آمیز، برای من خیلی جالبه. من موقعی که میشنوم صحبت از مبارزه مسالمت آمیز میشه، یعنی چی؟ چه فرقی هست بین مبارزه مسالمت آمیز و همزیستی مسالمت آمیز؟ اگه قرار هر دوشون مسالمت آمیز باشن، شما هیچ وقت به مسالمت با نمیدونم لبخند نمیدونم کشیده بزنید گوش کسی. اصلا مبارزه مسالمت آمیز به قول معروف در زبان انگلیسی واژه‌ای رو به کار میبرن بهش میگن اکسیموران، یعنی ضد و نقیض. شما نمیتونین هم با یکی مبارزه بکنین هم که باش در صلح و آرامش و نمیدونم مسالمت باشه. شما میتونین همزیستی مسالمت آمیز داشته باشین، همونطوری که کشور ایران در زمان شاهنشاهان ایران، اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی، اعلی حضرت رضا شاه کبیر، ما به سبب اینکه کشوری شده بودیم متحد و منسجم و صاحب قدرت،
ولی در عین قدرت ما بر پایه آزادگی با کشورهایی که در همسایگی ما در جوار ایران بودند ما به صورت مسالمت آمیز زندگی میکردیم. در نتیجه ما یک همزیستی مسالمت آمیز داشتیم با تمام همسایگان کشورمون. حالا لابد کارهایی رو که این رژیم جنایتکار اشغالگر در کشور ما میکنه و با همسایگان ایران میکنه لابد یک مبارزه مسالمت آمیزه. تو یمن رفته، تو بحرین رفته، تو نمیدونم عراق رفته، تو سوریه رفته، تو نمیدونم یارو لبنان رفته، تو سودان رفته، در اونجا کارخونه اسلحه سازی درست کرده، تو سومالی رفته، در افغانستان رفته، در پاکستان رفته، در نمیدونم به کشورهای ریز و درشتی که جزو اقمار شوروی بودن و حالا ظاهرا مستقل شدن، در اونجا هم حتی رفته. پس مشغول مبارزه، مشغول توسعه نمیدونم سیستم عقیدتی خودشه. پس اینا در حال یک مبارزه مسالمت آمیز هستن با این حساب. ما در اون زمان در حال یک همزیستی مسالمت آمیز بودیم، حالا اینها در حال یک مبارزه مسالمت آمیز هستن. یعنی اینها موقعی که میرن یمن مثلا اسلحه میدن، میگن آقا ما داریم به مبارزه مسالمت آمیز میکنیم، داریم کمک میکنیم به اینا که مثلا اینا با اونا بجنگن. برصورت انسان رو یاد یک صحبتهایی میدازه و اینها سعی میکنن که برای خودشون نمیدونن برای یک تبلی میکوبن که این واقعا صدایی جز یک صدای ناهنجار بی محتوا رو نداره. میان صحبت از این میکنن ما داریم مبارزه میکنیم برای نمیدونم دست پیدا کردن به انتخابات آزاد. انتخابات آزاد در کجا میخواین شما انتخابات بذارین؟ چی رو میخواین انتخاب بکنین؟ انتخاب بکنید که آیا ما حق داریم که صاحب خونمون باشیم یا اونها حق دارن که صاحب خونه ما باشن. ما با کسی صحبت نداریم. اون کسانی که صحبت از رفراندوم و انتخابات آزاد و این صحبت ها میکنن، اینا تمام کوششون بر این هستش که در واقع اونها رو به عنوان هم گامان و هماندیشان خودتون به حساب نیارین. اون کسایی که حرفا رو میزنن، اینا در واقع مثل یک دستکشی میمونن که دست غیری در اون قرار گرفته و اینها رو به حرکت در آورده. برای این هستش که این رژیم، همونطوری که همین یارو روحانی آخوند ظاهرا رئیس جمهور اسلامی، اینها رئیس جمهور این رژیم جنایتکار اشغالگر، گفته ما انتخابات آزاد میذاریم چه اشکالی داره؟ معلومه انتخابات آزاد میذارن که باز از اون انتخابات آزاد بتوانند مشروعیت خودشون رو در بیارن و تأییدی بگذارن برای اینکه آقا ببینید ملت ایران و رأی داده ما. مگه در 12 فروردین 1356 چیکار کردن؟ مگر در تمام این انتخابات یا نمایش انتخاباتی که اینها برقرار کردن، شما فکر میکنید اینها واقعا دلشون میخواد ملت ایران سهیم و شریک در تعیین سرنوشت خودشون باشن؟ آیا بودید شما، شمایی که در این انتخابات شرکت کردید یا اینکه در طول این 36 سال شاهد این ظاهرا این نمایش انتخابات توسط اینها بودین، چه نمایش انتخابات ریاست جمهوری اینها، چه نمایش انتخابات نمیدونم اعضای نمیدونم اون مجلس شورای اسلامی اینها، یا انجمن شهرهای اینها، یا امثال اینها، آیا شما شاهد انتخابات آزادی بودید؟ آیا شما شاهد این بودید که مشکلی برطرف شده؟ آیا شما شاهد این بودید که توانستید حقوق خودتون رو به دست بیارین، احقاق حق بکنید، آزادی برای خودتون کسب بکنید، دوباره بتوانید آنطوری که پیش از این انقلاب شوم و سیاه بود زندگی بکنید؟
تمام این جریان انتخاباتی رو که اینا به وجود آوردن تنها و تنها به خاطر این بودش که بتوانن برای خودشون کسب مشروعیت کرده باشن، بتوانن به جهانیان بگوین ببین آقا تمام دنیا شاهد باشید که ببینید ملت ایران میان تو خیابون‌ها، ببینید همون رقص و نمیدونم چیزی که به مردم میان تو خیابون هم آخرین انتخابات هم یه رمد که حسن روحانی دیدیم که جوانهای وطن اومدن بیرون شروع کردن به زدن و رقصیدن و به 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 فیلمش هم خود همین رژیم در تمام دنیا پخش شد. ببینید آقا مملکت آزادی، مردم میان واسه خودشون میزنن و میکوبن و میرقصن و جشن میگیرن و خوشحالن از این انتخاباتو. و بعد چهار تا نمیدونم دختر پسر ایرانی که میان نمیدونم با آهنگ هپی میرقصن و مثلا واسه خودشون ویدیو درست میکنن، یه مرتبه بعد از 2 ساعت تمامشون میگن میرن زندون شکنجه میکنن. پس ما خودمون باعث شدیم و خودمون قدم در راهی گذاشتیم که این جنایتکاران رو در کشور خودمون تثبیت بکنیم، در حالی که من همیشه این مثال رو زدم در مورد اشغال فرانسه توسط آلمان نازی در زمان جنگ جهانی دوم و حرکت‌های آزادی خواهانه و رهایی بخش توسط مقاومت ملی فرانسه. امروز مقاومت ملی ایران کجاست؟ بله مجاهدین اومدن از خودشون یه دونه شورای مقاومت ملی درست کردن که اونم باز برای این بودش که بتونن یک پوششی بدن بر کارهای خودشون. نه آقا، ما مجاهدین حق عضوی از این شورای ملی مقاومت هستن. بعد همین شورای ملی مقاومتشون می اومد و نمیدونم رئیسش می شد نمیدونم مسعود رجوی، رئیس جمهورش می شد نمیدونم مریم رجوی و تمام اعضاش هم عضویت مجاهدین خلق و بعدم دنبال نمیدونم جشن گرفتن برای انقلاب ضد سلطنتی به قول خودشون و امثال اینا، سینه زنی در تاسوع عاشورا و اینکه پرچم حسین بلند کردن و حسین حسین کردن. یعنی باز اینها یک شورای مقاومت ملی مجازی بودند. ما همه چیزی رو که در طول این 36 ساعت شاهد و ناظرش بودیم بایستی در به دنبالش یک واژه مجازی رو هم بگذاریم. یعنی شما هر چی رو نام میبرید مجازی هم بذارید دنبالش. شورای ملی چه درست شده؟ شورای ملی مجازی. نمیدونم به حزب مشروطه که حالا نمیدونم چی شد میشه گفت حزب مشروطه مجازی و هر چیز دیگه که شما در طول این 36 سال یه واژه مجازی بزنید آخرش، برای که اینها هم مقامشون فقط برای این بود که بتوانن ملت ایران رو گمراه بکنن و ملت ایران رو در سردرگمی نگه دارن. ما برای اینکه بتوانیم وطن خودمون رو دونه دونه ما ملت ایران دونه دونه ملت ایران، من از سوی هیچ گروهی هیچ سازمانی هیچ دسته‌ای به شما صحبت نمی‌کنم، من به عنوان یک ایرانی دارم با شما صحبت می‌کنم. به قول سیاوش من از ایرانم، از شهر آزادگان. آیا شما هم از ایرانید، از شهر آزادگان؟ اگر من و شما بر این باور باشیم که از ایرانیم، از شهر آزادگان، اون موقع خواهد بود که ما بتونیم دست در دست هم آب و خاک خودمون رو آزاد بکنیم. اون موقع است که اون وقت این مصرعی که مال فردوسی هست یا این نوشتار فردوسی که میگوید همه روی یک سر به جنگ آوریم، جهان بر بداندیش تنگ آوریم، ز بحر بر و بوم و پیوند خیش، زن و کودک و خرد و فرزند خیش، همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. این آب و خاک من و شماست، این آب و خاک ماست، این آب و خاک محوا و منزل و جایگاه ما ملت آزاده
ایران زمین هستش، نه معوای مشتی دد و دیو و دشخیم و نمیدونم ددمنش و کفتار و نمیدونم گرگ و هزار جور جانور دیگه است که این آخوندها و این مزدوران آخوندها بدتر از اون آخوندها هستن اومدن و کشور ما رو گرفتن. این چی هستش که ماهی میگه چو ایران نباشد تن من مباد، برای این بوم و برزنده یک تن مباد. امروز ما باوری بر این نداریم که چو ایران نباشد تن من مباد. چو ایران نباشد حالا هر جای دیگه میخواد باشه، آمریکا باشه، حالا چو ایران نباشد خب من میرم آمریکا، چو ایران نباشد من میرم مثلا میرم سوئد، چو ایران نباشد من میرم نمیدونم فلان جا، اشکالی نداره. موقعی که با همیهنان ما در داخل مملکت صحبت میشه صحبت میکنه آقا یک موقعیتی باشه ما بتونیم از این بیرون، حالا هر جا میخواد باشه، بریم ژاپن من مرده شوری بکنیم، اشکالی نداره. اوا این شد اون صفت و خلقیت و اون طبیعت ملت بزرگ ایران که تن به این بدن که برن در ژاپن مرده بشورن، که برن نمیدونم در امارات عملگی بکنن، که برن در نمیدونم فلان کشورها نمیدونم هزار بدبختی بکشن، بیان تو آمریکا شوفر تاکسی بشن. ملت بزرگ ایران چه شد؟ پس ما اینقدر نشینیم و فکر کنیم که ما مغزمون قد نمیده. اینایی که دارن به ما میگن که آقا انقلاب نکنید، ملت ایران خواستار انقلاب نیست، کی گفته ملت ایران خواستار انقلاب نیست؟ کی گفته ملت ایران خواستار این نیست که بایسته و بجنگه و کشور خودشو پس بگیره؟ کی گفته که ملت ایران ملتیست بی غیرت، ملتیست به قول معروف بی بخار؟ کی گفته؟ چرا اینها دائم این صحبتها رو هی تکرار میکنند؟ از یک طرف اون رژیم جنایتکار اشغالگر میاد در ملأ عام هم میهنانمون رو به دار میکشه که بگوید من صاحب قدرتم، از یک طرف دائم در رادیو تلویزیون های فارسی زبان در خارج و داخل عنوان میشه که ای آقا ایرونیا که اهل این کارا نیستن، ایرونیا همه بی بخورن، ایرونیا همه بی غیرتن، ایرونیا اصلا نه بابا همین که هست واسهشون زیادم هستش، واسه سرشون هم زیاده. و ما هم چرا بایستی ما باید قبول بکنیم؟ چرا ما بایستی سکوت بکنیم؟ همیشه من براتون گفتم ما در یک جنگ روانی هستیم که در این جنگ روانی همیشه در پی این هستن اون کسانی که جنگ روانی رو اعمال میکنن، در پی این هستن که به هر صورتی که شده روحیه طرف مقابل رو متزلزل بکنن، و به سبب تزلزل روحی است که انسان اون توانایی و قدرت خودشو و اون جسارتش رو دست میده و تبدیل میشه به موجوداتی ترسو، موجوداتی زبون، موجوداتی حقیر و موجوداتی که هر بلایی که بخواید سر اونا میتونید در بیارید. برای چی هستش که در ایران اینقدر اعتیاد گسترش پیدا کرده؟ مواد مخدر در ایران اینقدر گسترش پیدا کرده؟ مگر غیر از این هستش که اینها میخواهند که مردم ما، ملت ما حقیر و ضعیف و ذلیل و بدبخت باشن؟ اینها برای بزرگی ملت ایران کشور ما رو به اشغال خودشون در نیاوردن. در همون جریانات جنگ جهانی دوم و اشغال فرانسه، موقعی که من صحبت میکنم، هر موقع که یک سرباز آلمانی کشته میشد 10 تا 20 تا نمیدونم فرانسوی رو میگرفتن همونجوری که تو خیابون به تیر میبستن بدون هیچ گونه محاکمه ای چیزی. آیا اون موقع هم مردم فرانسه بعد میگفتن ای آقا بهتره پس ما با اینا کنار بیایم که کمتر کشته بدیم؟ حاضر نشدند. با اینکه به این صورت اینها رو قتل عام میکردن، باز هم اینها میجنگیدن، باز هم اینها مبارزه میکردن. و ما امروز
میان هممیهنان ما رو به دار میکشن، ما به جای اینکه جمع میشن، جمعیتی کثیری جمع میشن، بعدم وای میسن تخمه میخورن و تماشا میکنند و هورایی هم میکشند و هیچی. مگه میشه باور کرد این رو؟ هممیهنان من و شما رو دارن بی جهت دارن به قتل میرسونن و ما فقط نظارگر هستیم و بعدم میگیم خب با 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 چه کار خوبی کردن و بعدم هزاران اتهام بر هممیهنان ما میبندن، اتهاماتی که ظاهرا در دادگاه های محرمانه صورت گرفته. خب اگه دادگاه محرمانه، چرا همجوری محرمانه اعدامش نمی کنی؟ اگر اینها گناهکارن، چرا در دادگاه های عام اینها رو محاکمه نمی کنید؟ چرا در دادگاه های محرمانه اینها رو میبرید و پس از نمیدونم یک ساعت اونها رو محکوم به اعدام میکنید و بعدم میارید حکم قتلشون رو اجرا میکنید؟ برای اینکه من و شما ملت ایران، من و شمایی که خودمون ملت ایران میدونیم، به اینها این اجازه رو دادیم، سرمون انداختی پایین، به اینها اجازه دادیم که هر غلطی درشون میخواد اینها بکنند، هم نوع من و تو رو بکشند، به قطع برسونن و من و تو هم بیستیم و فقط نظارگر و شاهد و تماشاچی باشیم. و بعد چرا ما این اجازه رو دادیم؟ به خاطر اینکه ظاهرن همون روشنفکران و دگراندیشان و نواندیشان و در زهرماری که اینها نامشون رو بخواییم بگذاریم، اینها دائم دارن برای ما تبلیغ میکنن، برای ما دارن به قول معروف پروپاگاندا میکنند، دارن مغز ما رو با این مسائل پر میکنن که بله آقا شما قابلیتی نداری. چند بار از خودتون بپرسین، چند بار شده که وقتی که صحبت کردین که آقا بعد یه کاری کرد، اون طرف مقابل بهتون نگفته که آقا یه دست که صدا نداری؟ ای آقا از ما گذشت دیگه. خودتون بشینین فکر کنین چند بار شده شما با سکوتتون کمک میکنید به تایید این صحبت ها. من و شما در وهله اول باید صحبت از این بکنیم که نه، من و شما تنها نیستیم، من و شما اکثریت هستیم، من و شما قابلیت این رو داریم که بتونیم رو پا بیستیم، بتونیم مملکتمون رو نجات بدیم، بتونیم یه مش بی سر و پا از کشورمون بریزیم بیرون. نترسیم. من و شما اگر سکوت بکنیم، کمک کردیم به دشمنان آب و خاکمون. میپرسید راه نجات وطن چیه؟ راه نجات وطن همینه، شکستن سکوت، شکستن این که سر پایین انداختن و تسلیم شدن. من و شما نباید سکوت بکنیم، من و شما نباید سرمون رو پایین بندازیم، من و شما نباید فقط قناعت بکنیم به این که ای خب حالا اجازه دادن ما بریم مسابقه والیبال ببینیم، مسابقه والیبال تو سرشون بخوره. اون مسابقه والیبال رو باید به هم ریخ، نه اینکه رفتن نشه تماشا کرد. من و شما باید اون مسابقه والیبال رو به هم بریزیم. بایستی در اون مسابقه والیبال من و شما به بهانه‌های گوناگون جمعیت رو به هم بریزیم تا اون رادیو تلویزیون ها، اون تلویزیون هایی که دارن مسابقه رو نشون میدن به کشورهای جهان یا به آمریکا دارن اونو نشون میدن، ببینن که ملت ایران مخالفن با این رژیم. پرچم های این رژیم رو بگیرین پاره کنین جلوی دوربین های تلویزیونی، عوامل این رژیم رو بگیرین جلوی دوربین های تلویزیونی یه فصل سیر کتک بزنین. حداقل از همه جا، از همه جا به طرف این سالن مسابقه والیبال باید هجوم برد، درها رو شکست، ریخ وسط سالن. مگر نمیشه 75 میلیون جمعیتیم ما یک ملت کثیری هستیم، ملتی هستیم که اکثریت هم جوانان اون رو تشکیل میدن، جوانان قدرتمند. بگذاریم از اون عده‌ای که اینها به هزار دسیسه اونها رو معتاد به مواد مخدر کردن، بیچارهشون کردن، بدبختشون کردن، ذلیلشون کردن.
ما نباید به این ذلیل بودن، به این بدبختی، به این استیصال نمیدونم تن در بدیم و قبول بکنیم که این بله آقا روند زندگی این که همیشه باید بدبخت باشیم، روند زندگی این که همیشه باید ذلیل باشیم، روند زندگی این هستش که همیشه باید مستعجل باشیم، روند زندگی این است که اگه به خواهر مادر ما تجاوز کردن ما بر رو اونو بکنیم اونور بگیم اشکالی نداره، اگه ناموس ما رو بهش تجاوز کردن بگیم خب بالاخره اینم یه چیزیه دیگه. آقا من و شما از ایرانیم، از شهر آزادگان، من و شما نباید کوتا بیاییم، نباید از این ناراحت بشی. ای آقا اگه این حرف رو بزنیم اونا عصبانی میشن، بعد میان نمیدونم میزنن تو سر ما. اینا رو عصبانی تر از این نکنی بابا، دست مریضا به قول شیرازی ها. تا کی شما فکر میکنید که اون افعی رو که تو آستینتون دارین میپرورونین همیشه خوش نگرش دارین عصبانیش نکنین؟ او افعی تینتش و طبیعتش نیش زدنه. این دشمیمانی که کشور ما گرفتن تینت و طبیعتشون آدم کشیه، تجاوز به ناموس من و توه. تا کی ما میخواییم قبول بکنیم و سکوت بکنیم و قبول داشته باشیم که آقا همینی که هست دیگه، نه این نیست. اگر اینطور فکر میکنید که همینی که هست، شما هم از همدستان این رژیم جنایت کنید. هر کسی که با سکوت خودش، با همکاری با این رژیم، هر کسی که بخواد به هر نحوی موجب اون سهولت کار این رژیم بشه، همراه و همگام و همدست این رژیمه، این رژیم جنایتکار اشغالگر. از خودتون بپرسید آیا میخواهید اون افتخارات و اون بزرگی های ایرانی بودنتون رو دوباره به دست بیارین، یا اینکه میخواهید همچنان شما و فرزندانتون و فرزندان فرزندانتون در ذلت و بدبختی و استیصال همچنان دست پا بزنن و هر روز به ناموس اونا تجاوز بشه. من به آخر برنامه‌ام رسیدم. از شما جناب توکلی گرامی سپاسگزارم برای این فرصتی که در اختیار من گذاشتین و با آرزوی پیروزی و پایداری برای تمام ملت ایران تا هفته آینده بدرود. جان